با استراب و تنش دوران قرنطینه چطور کنار بیایم؟ برای ورزش کردن یا کار کردن از خونه چطوری در خودمون انگیزه ایجاد کنیم؟ اینا دو نمونه از سوالایی که شما با هشتگ از ما بپرس به تلگرام بی بی سی فارسی فرستادین. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه و جواب این سوالات شما رو امروز از دکتر آرش جوانبخت، فوق تخصص روانپزشکی در زمینه استراب و رئیس کلینیک تحقیقاتی استراب، ضربه روانی و تنش در دانشگاه ایالتی وین میگیرم. دکتر جوانبخت خوش اومدید. وقتتون بخیر. 90% سوالا از جمله سوال آرش و کیانا اینه که با استراب این دوران چجوری کنار بیایم. مرحله اول اینه که بپذیریم که این دوران سخت و اضطراب‌آوری است. یعنی خیلی مسائل زیادی تو زندگی یهو به صورت ناگهانی برای ما رخ داد. همه مراحل زندگی تغییر کرد. نحوه کار کردنمون، کجا کار کردنمون، ارتباطات اجتماعیمون. از طرف دیگه خیلی چیزا رو نسبت به این قضیه نمیدونیم. خیلی چیزا نسبت به بیماری نمیدونیم. نمیدونیم که تا چه زمانی زندگی ما به صورت غیر طبیعی خواهد بود، که بره بالا عادیش برمیگرده و کنترل کمی هم داریم این مسئله و بیشترین کنترلی که داریم اینه که خونه بشینیم و نریم بیرون و این کلافگی رفتار طبیعی هست و این کمک میکنه خودش به این که وقتی بدونم یه رفتار طبیعی است، کم و بیش همه دارن استرسی رو تحمل میکنن نسبت به این قضیه، کمک میکنه به کاهش نگرانی و استراب ما و صحبت کردن با دیگران، اینکه من بدونم متوجه بشم دیگران هم دارن همین سختی رو تحمل میکنن و خب بالاخره ما افراد اجتماعی هستیم، میتونیم به هم دیگه آرامش بدیم. یه جاهایی هست که میشه با این کنار اومد، جاهایی هست که استراب کم کنیم. از جمله یکی از مسائل مهم اخبار هست. اخبار خیلی لذت بخش و جالب و جذاب نیست این روزا دیگه، کلی اخبار سخت و خطرناک و ترسناک است. خب مهم اینه که ما اخبار واقعی رو بدونیم، به خصوص در این زمینه که خب من چه کارهایی رو از لحاظ بهداشتی باید انجام بدم که خودم و دیگران رو احتمال ابتلاشون و صدمش رو کمتر بکنم. اون اخبار رو هم خب قطعا باید از منابع مؤثر گرفت. بالاخره این که من بخوام از فلان گروه سرگرمی تلگرام اخبار بهداشتی بگیرم در باره چه مسئله به این مهمی، به نظر کار خیلی درستی نیست. خیلی وسواس نگیریم درباره اخبار، که من دائم بخوام بشینم اخبار گوش کنم، بشمارم چند نفر مردن، چند نفر مریض شدن، چند نفر فلان آرزو گرفتن، کمکی نمیکنه. همیشه من میگم که ما مغزمون هم مثل شکممون، هر چی اگه بهش غذای سالم بدیم خب خوشحال و سرحال، اگه بذاریم آشغال مزخرف بخوره خب وضع خیلی خوبی نخواهد داشت. بنابراین از اخبار منفی دوری کنیم، وسواس نداشته باشیم، دائم روزی 8 ساعت بشینیم خبر بخونیم. اگه میخوایم بشینیم پای چندان چیزی خوندن و تلویزیون یا عالمه فیلم جالب و کمدی و حتی آموزشی و داکیومنتری، اینها از مستندهایی است که میشه نگاه کرد و چیزای دیگه که میشه خون، قطعا مطمئن باشین که ساعت‌های متمادی خودتون رو دور بگیرید از اخبار منفی. مسئله دیگه این است که اون روتینایی که تو زندگی داشتیم که به زندگی ما ساختار میداد، زمان خاصی میرفتیم توی تخت، زمان خاصی بیدار میشدیم، غذامون رو ساعتهای خاصی میخوردیم، ورزش میکردیم، اونا رو حتما نگه داریم که اینا برای سالم نگه داشتن روان ما و کاهش استرس مهمه. حالا که جمعه دیر بیدار میشدم قبلا، الان هم اشکال نداره، ولی در طول هفته با اینکه میدونم سخته، اون ساختارهای قبلی زندگیمون رو حفظ کنیم خیلی میتونه بهمون کمک بکنه. کیهان سوال کرده چجوری استراب و عصبانیتمون رو خالی کنیم که به کسی آسیب نزنیم، در این حال رابطه هامون هم خراب نشه. خب یه بخش مهمی که بعد همین توی این سوال هست روابط اجتماعی است. این روابط اجتماعی ما خیلی محدود شد سر قضیه این بیماری و اینکه ما بعد از فاصله فیزیکیمون رو حفظ کنیم، ولی ما موجودات اجتماعی هستیم. بنابراین روابطمون رو حفظ کردن با اون افرادی که قبلا صحبت می‌کردیم، دوست بودیم، فقط تلفن هست، میشه ویدیو چت کرد، همه این راه هست. حالا اگه من تو خونه نشستم دائم تمام اون 24 ساعت رو با یه تعداد خاصی میگذرونم، دلیل نمیشه که تمام ارتباط اجتماعی من همون باشه، میشه با دیگران هم ارتباط داشت. راه‌های دیگه هم هست که تنهایی بشه استرس کم کرد. یکی از مهمترین روش ها که متاسفانه خیلی وقتا اغماز میشه ورزش هست، فعالیت فیزیکی. قدیما میگفتیم ورزش کن حالت بهتر میشه، بیشتر از اینه. یعنی ما الان تحقیقات نشون میده که جریان خون مغز بهتر میشه، التهاب تو مغز و بدن کم میشه و ایمنی بدن قوی تر میشه، به خصوص این روزا. و من یه ورزش کاردیو، اونی که ضربان قلب رو میبره بالا، به طور مرتب هفته ای دو بار، سه بار، چهار بار میتونه خیلی کمک کنه. حتی تو بعضی مطالعات در حد داروهای ضد اضطراب و افسردگی کمک میکنه به ما. و پیدا کردن یه سری سرگرمی ها، هابی هایی که بشه تنهایی هم انجام داد. حتما حالا میشه اون وقتی که با دیگران میگذرونیم به انجام بعضی بازی ها بگذره،
میشن بعضی این سرگرمی ها رو مثل پازل یا بعضی چیزای بازی یه نفر یا حتی باغبونی، به خصوص الان که بهار است، کاری است که میشه تنها انجام داد که ذهن منو منحرف میکنه از اون فشارها و استرس ها و همزمان یه چیز پروداکتیو و تولید کننده هم است، احساس ارزش میده به آدم میزاد. دکتر جوانبخت، برای خیلی ها مثل من خیلی سخته که شروع کنم به ورزش، این انگیزه رو چجوری باید تو خودمون ایجاد کنیم؟ سال خیلی خوبیه، به خصوص اگه تو ذهن ما ورزش به این صورت شکل گرفته یا تعریف شده باشه که حتما من باید برم یه ساعت رو تردمیل یا حتما من باید برم یه ساعت بدوم. من خودم از دویدن اصلا خوشم نمیاد، ولی خب من ورزش بوکس رو انجام میدم و انقدرم دوست دارم که روزی 3-4 بار میتونم. من پیدا کردن یه چیزی که میشه ازش لذت ببره فرد، یه ورزش که من دوستم، حالا هر چی میخواد باشه، میخواد دویدن باشه، راه رفتن باشه، یوگا باشه، زومبا باشه، رقص باشه، هر چیزی که ضربان قلب رو ببره بالا، ورزش یعنی یه تعریف مخصوص و محدودی از ورزش نباشه. یکی این، دوم این که انتظاراتمون رو خیلی نبریم بالا. من اگه 5 تا دارازش هستم برم در روز بهتر از هیچیه. 2 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه، حتی باید چه میدونم یه دونه تبلیغ تلویزیون با آهنگش رقصیدن هم بالا پایین پریدن هم کمک میکنه به عنوان ورزش محسوب میشه. بنابراین وقتی که نگاهمونو بهش وسعت بدیم خیلی کارا رو میشه کرد که تفریح هم هست، بخصوص الان که تو خونه هستیم، میشه با بچه‌هامون، با همسرمون، با افراد دیگه ورزش کنیم و از کم شروع کنیم. وقتی که عادتش رو زنه، من خودم با تا چه میدونم 7-8 سال پیش اصلا نمیدونستم ورزشی، ولی وقتی عادتش بیفته تو ذهن آدم، من نمیتونم تصور کنم زندگی بدون ورزش رو. الان چند روز متوالی طول میکشه تا این عادت شکل بگیره؟ شما مثلا 1-2 ماه، وقتی آدم به خصوص اون ورزشی رو که میتونه ازش لذت ببره. گاهی مجبوره آدم چند تا روش مختلف رو امتحان کنه، اینو بده اونو بده، ببینه بالاخره کدومش رو تونست باهاش خوش بهش میسازه. و عادت که شکل بگیره ممکنه بازگاهی اوقات هم، مثلا تو همین دوران من خودم خب دیگه باشگاه نمیتونستم برم و بعد این مدت مجبور شدم سر خودم داد بزنم که چی شد آقا، باید برگردی. کم کم دوباره شروع کردم. حالا یکی از راهاش هم واقعا دیگران هست. من خودم با دوستام همدیگر رو به هم پیغام میدیم، آقا من امروز اینقدر تعداد ورزش کردم، تو چی شد؟ الان هم ویدیوشو بگی برای من بفرست. یعنی این روش‌های گروهی میتونه کمک کنه برای انگیزه ایجاد کردن و تشویق کردن ما، وادار کردن و دیگران. حتما تاثیرش رو، تاثیر فشارش رو، نباید فشار منفی باشه، میتونه خیلی وقتا دیگران ما رو خجالت زده کنن یا فشار کنن بدن برای کار مثبتی که با هم دیگه انجام میدیم. یکی از مخاطبان پرسیده برای کاهش تنش بین اعضای خانواده که با هم در قرنطینه هستن، توصیه نمی‌کنید که افراد هر کدومشون به تنهایی 1-2 ساعت پیاده روی برن بیرون؟ اینطوری هم کمتر به هم گیر میدن، هم خسته میشن و ساعت‌های بیشتری رو می‌خوابن. قبل از این ما بخش عمده وقتمون رو با همکارامون می‌گذروندیم سر کار و کمتر با همسرمون. و یهو ناگهانی همه ما اومدیم تو خونه و وقت خیلی زیادی رو داریم می‌گذرونیم با هم. درسته هر که همدیگه رو دوست داریم، ولی دلیل نمیشه که حتما از 24 ساعت کنار همدیگه بودن لذت ببریم. اینکه اگه من مثلا چه میدونم روزی 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت حس کنم میخوام تنها باشم، چیز بعدی نیست، به معنی نیست که من اطرافیانم رو دوست ندارم. و آره خوبه، حتی گفتم گاهی به همدیگه فضا برای نفس کشیدن بدیم، فعالیت تنهایی، من برم برای خودم حالا راه برم، یه کتابی بخونم، یه فیلم تنهایی، حتی فیلمی که من دوست دارم و دیگری دوست نداره ببینم، یا چه میدونم بشینم 4 تا چیزی رو بخونم روی اینترنت، یا کار تفریحی با دوستام صحبت کنم. مجبور نیستیم تمام وقت رو با اطرافیانمون بگذرونیم. از این نترسیم که همسرمون یا افراد مهم اطرافمون بخوان یه کمیه 2-3 ساعت تنها باشن، یا خودمون حتی بخوایم تنها باشیم، احساس گناه نکنیم. این طبیعی است. خیلی ممنون دکتر جوانبخت. شما هم سوالای خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به تلگرام BBC فارسی @BBC شما برای ما بفرستید.